علی جان، این اولین مصاحبه بدون سانسورته. تهدید به مرگ شدی، خانوادت این همه زیر فشار بود، شما چجور از دبی خارج شدی؟ بهترین خونه دنیا رو داشته باش، ولی وقتی توی خاکت نباشه برات هیچ ارزشی نداره. آیا این تهدیدها باعث شد که شما مجبور شی از ایران بیای بیرون؟ آدم برای به دست آوردن یه چیزی باید تاوان بده. علی کریمی یه پست گذاشت فردا خونهشو پلم کردن. اگه همین الان خبر آوردن که علی کریمی رو کشتن، اون هدفی که مردم دارن به مراتب مهمتر از علی کریمی و امثال علی کریمی. آقا راه حل چیه؟ دیگه راهی جلوی پای ما نذاشتن. ما نباید از سیستم فاسد دنبال کار اصولی باشیم. مردم ایران این حس رو به شما دارن، میگن علی کریمی صدای ماست. اون انرژی که از مردم میگرفتم، این که ما رو تنها نذارین، واقعا خیلی علی کریمی. جایگاه خودت رو در این خیزش کجا میبینید؟